پس از محکومیت دو برادر ایرانی الاصل در سوئد به اتهام جاسوسی برای روسیه پلیس دجال امنیت این کشور طرحی را برای تشدید فیلترهای نظارتی در مشاغل حساس برای افراد دو تابعیتی یا فرزندان مهاجران طراحی کرده است که حدود 100 هزار ایرانی مقیم سوئد را نیز در بر میگیرد. پلیس امنیت سوئد طرحی را ارائه کرده که در صورت تایید در برخی مشاغل حساس کنترل ها و فیلترهای بررسی امنیتی تشدید می شود. داشتن تابعیت مضاعف و روابط خانوادگی در کشورهای مشخص یکی از معیارهای قرار گرفتن در این لیست بررسی است. به باور پلیس امنیت سوئد، دولت‌های اقتدارگرا می توانند از طریق فشار بر خانواده افرادی که خواهان اشتغال در پست‌های حساس هستند، آنها را به جاسوسی وادار کنند. پلیس امنیت سوئد میگوید بسیاری از کارفرمایان در این کشور توجه ویژه‌ای به این موارد ندارند و به همین دلیل این طرح ارائه شده است این طرح انتقاداتی را به دنبال داشته و اردلان شکرابی نماینده ای ایرانی تبار پارلمان سوئد نیز به آن اعتراض کرده است او گفته که این طرح میتواند صد هزار ایرانی و فرزندان آنان را تحت تاثیر قرار دهد منتقدان میگویند با این طرح افرادی که دارای روابط خانوادگی در کشور تهدید کننده امنیت سوئد هستند نمی توانند در مشاغل حساس مشغول به کار شوند پیمان و پیام کیا دو برادر سوئدی ایرانی تبار که آبان سال گذشته با اتهام جاسوسی برای روسیه و سرویس اطلاعات نظامیان بازداشت شده بودند با حکم دادگاه استکهلم به حبس طولانی مدت محکوم شدند پیمان کیا سابقه کار در ارتش سوئد و همچنین پلیس امنیت این کشور را دارد و پیام برادر او نیز مدتی برای سازمان امنیت سوئد کار کرده است دست کم 21 هزار ایرانی در انتظار دریافت نتیجه تقاضای پناهندگی خود از یکی از کشورهای عضو اتحادیه اروپا به سر میبرند و نتایج تازه ترین پیمایش از روند روبرشت مهاجرت از ایران حکایت دارد تازه ترین گزارش اداره آمار کمیسیون اروپا نشان می دهد 14405 نفر از این متقاضیان در آلمان و 1400 نفر دیگر نیز در هلند تقاضای پناهندگی خود را ثبت کردند این آمار در ماه ژوئیه 1975 نفر بود که در پنج ماه منتهی به پایان سال حدود 12 درصد رشد داشته است در این گزارش آلمان، فرانسه، اسپانیا، اتریش و ایتالیا مهمترین کشورهای عضو اتحادیه اروپا معرفی شدند که مقصد بسیاری از مهاجران و پناهندگان بودند بر اساس اعلام آژانس پناهندگی اتحادیه اروپا کاهش محدودیت های ویروس افزایش ناامنی غذایی و وقوع درگیری های نظامی از مهمترین اوایل افزایش شمار مهاجران در سال گذشته میلادی بوده است سال گذشته نزدیک به یک میلیون درخواست پناهندگی در کشورهای عضو این اتحادیه ثبت شد که سهم ایرانیان از آن و یک هزار مورد بوده است در این فهرست هرچند شمار ایرانیان متقاضی پناهندگی به مراتب کمتر از سوریها ترکها و هاست اما رشد این پدیده در میان ایرانیان را نشان میدهد رشدی که به نظر میرسد با شروع سال جدید میلادی که با اعتراضهای گسترده در ایران همراه شد شتاب بیشتری گرفته است مهاجرت از ایران به پدیدهای تقریبا عام تبدیل شده است و درصد زیادی از ایرانی ها می گویند به این مسئله فکر می کنند یا در حال مقدم چینی برای خروج از کشورند تازه ترین گزارش میگوید که جامعه ایران در فاز مهاجرت عام کنترل نشده قرار گرفته است که زیاد بی سابقه حضور در کلاس های زبان، مهد کودکا و دبستان های چند زبانه شیوع مهاجرت در سطوح بینن مللی و دانشجویی، رشد قارچگونه مؤسسات مهاجرتی، ازدیاد درخواست های, های تحصیلی، کاری و پناهجویی از نشانه های روشن آن است. در این گزارش همچنین آمده است که در میان کشورهای جنوب و غرب آسیا، عربستان به عنوان مهاجر پذیر ترین کشور، از نظر تعداد جمعیت مهاجران ساکن و پاکستان مهاجر فرست ترین کشور از نظر تعداد مهاجران خروجی ساکن در سایر کشورهای جهان معرفی شدند بخش دیگری از گزارش آشکار می کند که در سالهای 2010 تا 2021 به طور متوسط سالانه حدود 86000 هزار ویزا یا اجازه اقامت غیر توریستی برای ایرانیان در اروپا، آمریکای شمالی، استرالیا، ترکیه و سایر کشورها صادر شده است. بدون احتساب کشور ترکیه جریان مهاجران ایرانی به مقاصد اصلی نام برده سالانه حدود 65 هزار نفر بوده است و از 46 هزار در سال 2010 تا هفتاد هزار نفر در سال 2017 در نوسان بوده است. خبری که امروز میلیون ها ایرانی را شاد کرد. تبریک به عضو جدید اطلاف فوری صادق زیبا کلام رسما وارد باشگاه براندازان شد. ناصر کنانی پوفیوز سخنگوی وزارت خارجه جمهوری دجال اسلامی در مصاحبه با یک خبرگزاری گفت خوشبختانه ما می توانیم بگوییم که قطار گسترش روابط ایران و روسیه در ریل خوبی قرار گرفته است و ما خوشبین هستیم روابط ایران و روسیه روز به روز شاهد شکوفایی بیشتری می باشد در حالی که این حرامزاده دجال سخنان محمل به هم می بافت یکی از مهره های سرشناس جمهوری دجال اسلامی که به تازگی منتقد حکومت نیز شده است به اطلاف مخالفان جمهوری دجال اسلامی پیوسته است او همان صادق زیبا کلام معروف است که امروز وارد باشگاه براندازان شد تبریک به عضو جدید اطلاف